Salam alaikum und hallo meine Lieben. Ich werde wieder ein Video über Simorgit drehen und euch ein paar interessante... ویدیوی را که دیدید خوش آمدگویی قطر از موتر افغانستان بود. اما هیجان تماشاچیان در این نمایشگاه دیدنی است. سیمرغ افغانستان یک بار دیگر نام افغانستان را قدرتمند نشان داد. لطف میکنید اگر این ویدیو را لایک کنید تا به دست دیگران هم قرار بگیرد. در چهارمین روز نمایشگاه قطر و خودنمایی قدرتمند سیمرغ افغانستان تماشاچیان را به وجد آورد. جمع و جوش جمعیت در چهار سوی سیمرغ افغانستان غیر قابل انکار است. قبل از اینکه از دیدار سران قطری بگوییم برای همه ما واقعا لازم است این چند ثانیه از این ویدیو را با هم بشنویم. قسمت کوتاهی از این ویدیو را با هم ببینیم و دوباره برخواهیم گشت. آقای خسروانی میون کلومتون، الان اینجا شما دارین سیمرغ افغانستان رو می‌بینید؟ کشوری که خودروسازی نداره و حالا یک سری جوون با استعداد اومدن یه همچین خودرویی رو طراحی کردن و آوردن تو همچین نمایشگاهی به این بزرگی. ما تو کل تاریخ صنعت خودرومون همچین کاری انجام ندادیم. با این همه ادعا ببینید چقدر طراحی خوبی داره. حالا ممکنه خیلی ایراد فنی هم بشه وارد بشه، ولی برای این کشوری که سابقه صنعتی نداره یه همچین چیزی رو آورده اینجا، چرا ایران خودرو و سایپا حتی نزدیک همچین چیزی هم تا الان نشدن؟ ببینید موضوع اینه که این جوان، من آقای احمدی اگر اشتباه نکنم، بله آقای احمدی اینجا خودشون هم هستن، چند وقتی دارم پیگیری میکنم، سلام منو به ایشون برسونید. بله سلام. بله ایشون تحصیلاتشو ظاهرا تو ایران بوده مدتی. بله بله اصلا تا 10 سال قبل ایران بودن و برمیگردن کشور خودشون. یعنی میبینید کسی که تو کشور ما تحصیل کرده میره و یه همچین چیزی طراحی میکنه و بعد ما این همه جوون رو اینجا داریم حروم میکنیم. دردو به کی بگیم؟ که ایشون اومده تو ایران و مهمان ما بوده و به هر صورت بعد رفته همچین کاری کرده. بعد جوانای خود ما چنین استعدادی آیا ندارن؟ قطعاً دارن. که دانشگاه آزاد نجف آباد درس خونده. همانطور که مشاهده کردید این موتر نشانه استعداد چند جوان از افغانستان است. توجه ها در نمایشگاه جنوی قطر بالای موتر افغانستان از سوی اشتراک کننده ها باور نکردنی است. تعجب آنها از ساخت همچین موتر لوکس در سطح جهانی، آن هم از کشور مثل افغانستان که سالها در جنگ بوده هست هم دیدنی است. پرچم سرنگ افغانستان در غرفه سیمرغ به نمایش گذاشته شد و به گفته انجینر رضا قطری ها چنان خوشحالند و افتخار میکنند که این موتر از یک کشور اسلامی آمده و چنین ساختار لوکس و بی‌نظیر دارد. به قول از فضای مجازی بسیاری از سران قطری در این دیدار از نمایشگاه با دیدن موتر افغانستان شگفت زده شدند. به قول از این منبع ولیعهد قطر هم گویا از این نمایشگاه دیدار داشته است. واقعا دیدن این صحنه یکتاز بودن سیمرغ افغانستان را به تصویر می کشد و افتخار می آفریند. برای اشتراک در مسابقات لمانز باید موتور پرقدرت‌تر در آن قرار داده شود که قرار است با همکاری یک شرکت آلمانی این اتفاق رخ دهد و شاهد موتور افغانستان در مسابقات لمانز باشیم. همینطور خبرهای نشر شده حاکی از این است که انجینر روز احمدی به دنبال مذاکره با یک شرکت قطری در پی ساخت و تولید انبوه از سیمرغ افغانستان است. باید به انجینر رضا و تیم سازندگان این موتر لوکس واقعا کف زد و احترام گذاشت. به هر حال و در هر صورت هرچی نباشه این موتر تولید افغانستان و ساخته شده توسط چند جوان از افغانستان است. قبل از اینکه نظرتان را بنویسید لطف کنید و این ویدیو را لایک کنید.
Thank you.